وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد افرادی که به دلیل قانون ممنوعیت ورود مسلمانان به آمریکا از سفر به این کشور منع شده اند می توانند دوباره تصمیم گیری کرده یا تقاضای جدید ارائه دهند علی اکبری گزارش می دهد یکی از جنجالی ترین دستوراتی که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در دوران ریاست خود صادر کرد ممنوعیت ورود مسلمانان به آمریکا بود اما اکنون خبرهای رسیده از آمریکا حاکی از آن است که صدور ویزا برای مسلمانان ممنوع سفر به آمریکا از سر گرفته می شود. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده طی اظهاراتی گفت متقاضیانی که قبل از 20 ژانویه 2020 درخواست ویزای آنها رد شده باید درخواست جدید ارسال کنند و هزینه درخواست جدید را پرداخت کنند. پرایس در ادامه گفت کسانی که از تاریخ 20 ژانویه 2020 یا پس از آن محروم شدند ممکن است بدون ارسال مجدد درخواست آنها بررسی شود و نیازی به پرداخت هزینه های اضافی ندارند از دسامبر سال 2017 و بر اساس داده های وزارت امور خارجه حدود چهل هزار نفر از ورود به ایالات متحده به دلیل قانون منع سفر مسلمانان به با آمریکا باز ماندند در پایان ریاست جمهوری ترامپ این کشورها شامل میانمار، اریتره، ایران، قرقیزستان، لیبی، نیجریه، کره شمالی و سومالی، سودان و سوریه، تانزانیا و و یمن بود. جو بایدن 20 ژانویه در اولین روز کاری خود این قانون را لکه‌ای بر وجدان ملی آمریکا توصیف و آن را لغو کرد.